کتاب گویای مشعل تقدیم می کند کاج کج نوشته ابوالقاسم پرتو اعظم عاشق جمال جمارانی از در خانه یا الله گویان وارد حیات شد یا الله گفتن هنگام دخول حتی در خانه خودش که نامحرمی وجود نداشت فراموش نمیشد. شد حیات حکم قربیل بیست زرعی را داشت وسط آن یک حوز گرد که پاشویه های ساروجیش مثل صورت پیرزنها چین و ترک برداشته به نظر می رسید و در آب سبز و افنش یک مشت کرم های قرمز و بچه قرباقه های دمسیاه وول می زد. کنار حوز به فاصله کمی کاج بلندی نیمی از حیات را سایه میانداخت. این کاج پیر و کهنسال ولای برگ های تیغی شکلش آشیانی کلاقی همسال درخت بود. تنه آن که رنگ قهوه تند مایل به قرمز داشت به طرز عجیب و غیرعادی کد شده مثل اینکه باد شدیدی کمرش را شکسته باشد و نیروی درونی گیاهی قادر به راست کردن دوباره آن نشود این کاج تنها زینت این حیات و از چای تابستان سایه آن پناهی برای اهل خانه از گرمای شدید به شمار می رفت یکی از میوه های پوسیده و سیاه شده خود را که خوب به درد اجاق می خورد به سر آجرهای کف حیات می زد. خانه با امارت بلندتر و وسیعتر احاطه شده و از این رو مدتی از برامتن آفتاب میگذشت و این خانه رنگ آن را به خود نمیدید حیات با آجرهای شش زلعی ساییده که در بعضی نقاط با یاری رطوبت آرامگاه خزه شده مفروش بود در انتهای شمالی حیات تقریبا رو به آفتاب دو اتاق خرابه محل مسکونی شیخ جمال و خانوادهش را تشکیل میداد. این دو اتاق نمای کاهگلی داشت ولی اتاق دست چپی که بزرگتر و آفتابگیرتر گیرتر بود در داخل دیوارهای سفید داشت رفهای متعدد اتاقها از کتابهای قدیمی و خطی پر و در یکی دو تاخچه جه جهیزیه که زن عاشق جمال عبارت از قوری بزرگ بند زده شیرینی خوری رنگ شیرینی به خود ندیده گلدان های عکس ناصر دینشاه کوز قلیان چینی جالب توجه قاب و قده مرغی آینه زرد رنگ پریده میوه خوری پایدار و چنده که سوزنی در هم و بر هم ولو بود بالای بخاری عکسی از حضرت امیر در حالی که زلفقار را روی زانو گذاشته و حاله نور از موی سرش بیرون میزد شب و روز حرکت آشق جمال و افراد خانوادهش را می نگریست. یک طرف اتاق که تاخچه نداشت یک تابلو از سنگ ریزه با جمله اناو فتحنا لکفتن مبینا به دیوار آویزان بود پهلوی این دو اتاق دخمه دود زده و نیمه تاریکی آشپزخانه به شمار می آشپزخانه‌ای که برخلاف آشپزخانه اقنیا دود و دمش مختصر و جلز و ولز روغن و گوشت کمتر از آن شنیده میشد. در دو اجاق خراب شده ای آن خاکستر زغال و هیزم گهگاه استراحت می کرد. اساسیه آشپزخانه از دیجی سنگی و ماهیتابه مسی با یک آبگردان دست شکسته و یک آبکش قر شده تشکیل می شد. بلوی آشپزخانه مستراح با در حلوی سفید خودنمایی نمایی می کرده و نزدیکی آن با آشپزخانه به خاطر میآورد که خورده را بالاخره باید پس داد. زیر دو اتاق زیرزمین زمین مرتوب کم نوری خوابگاه تابستانی آشق شمال و آسایشگاه زمستانی انکبوت ها و سوزکا بود. این زیرزمین دیوارهای خیس با آهک نیم ریخته داشت و در گوشه از آن مقداری زغال و خاک توده شده بود. مگس های سبز و سیاه در فضا جولان میدادند وزوز می کردند، انکبوت ها وسط تارها مشغول مکیدن شکار یا در انتهای سوراخ به انتظار آن روزگار می گذرندند. گرب مادهی بچه های نحیف و مردنی خود را کنار زغال ها بلو کرده و شیر میداد. صدای معو معوی ضعیفی از حیوانها بلند بود و موسیقی درهم و برهم محزونی میساخت. ساخت. آشق چمال عبای ناینی وستدار خود را جمع کرده پس از اینکه سایه کاج کج را زیر پا گذاشت وارد اتاق شد. هنوز تنین آخرین الله اکبر ازان زور ذرات هوا را مرتعش می کرد که با لباس خانه و سرپایی کنار حوز خم شد و وضو گرفت. آب لجن رنگ ساعدهای پرموی او را تر کرده صورت پرچین و سیاه سختش را می بوسید و لغزان روی آجرهای کف حیات می افتاد. زیر سایه کاج کج روی زمین بیفرش مهر خود را از جیب درآورده بسم الله گویان مشغول نماز شد در چند قدمیش حسنی با فاتول یه قل, دو قل بازی میکرد. صدای بچگانه و آمیخته با تربش که فریاد میزد، زد گلاب پاش جمعش کن ولوله ای راه انداخته و پدر خانواده مجبور می شد گاه گاهی با صدای مضطرب و در این حال خشن استغفرالله الله ربی و اطوب علیه بگوید حسن با مهارت پنج سنگ گرد و ساییده را بالا میانداخت و میگرفت و فاتول که هنوز سه قول را هم نکرده بود با چشمان حیران مات حرکات برادر بود گردن چرک و سیاهش در پیراهن سیاه رنگ پریده ای فرو می رفت و سر کوچک و زیبایی روی گردن بالیک و دراز تعادل خود را به زحمت حفظ می کرد. چشمان خوشحالت و درشتی که شبیه به چشمان بیگناه و معصوم آهو بود بینی قلمی دهان کوچک و چانه گرد با چاه زنخ گود اسباب صورت او بود یا ده سال از عمرش میگذشت و پستانهای کوچک و بچگانش با نفسهایی که به بل ایدن هوا بیشتر نزدیک بود بالا و پایین میرفت کمر که او را کمربند زخیم و پهنی میفشرد و چادر وصله دار چیتش کنار او روی همتا شده جورابی که نوک نداشت پاهای خوش ساقش را می پوشند و از نوک آن شست زریف و ناخون هنابست ای سر خود را نشان میداد. نعلین چوبی که بند چرمی داشت نزدیک چادر روی هم سوار شده بود. حرکات فاتول از ادوارهای بچگانه گذشته و به نازک و قمزه دختران جوان نزدیک می شد. خندش وقتی لبهای نازک رو از هم می گوشد درشت مروارید تراشیده و مرتب بیرون میانداخت. موهای سرش که از چارقد تور نظیفی کنار گوشهای کوچک بیرون می آمد. سر شانه هایش می ریخت و تا کمرش می رسید. رنگ موها به رنگ چشم خرمایی خوش رنگ بوده. گردنش را رشته ای از سنگ مختلف و خرمهره آبی رنگ زینت میداد و بر مچ دستهایش چند علنگوی قر شده برنجی حلق زده بود. حسن صورت شیطانی داشت و چشمان زیرکی و فتانت فطری او را نشان میداد. صورت سبزه و گردش او را با نمک می کرد. موهای سیاه و بلند و در هم پیچیده نشسته ای روی سرش انبوه شده پس گردن اورانیز در زیر داشت پیشانی بلند و وسیعی که در نظر اول به چشم میخورد از زیر موهای پیچیده سر شروع و به دو ابروی به هم پیوسته بلند و سیاه ختم میشد لباسش آنقدر کثیف و پاره بود که میتوان گفت لباس نداشت یک ساق شلوارش از زانو قطع شده و ساقی دیگر به زحمت تا بالای قوزک پا می رسید. پیران آستین کوتاه سفیدی که کسافت و چرک رنگ اصلی آن را برگردانده و در اکثر قسمت های پارگی پوست لطیف و گندمگون تن را نشان می داد. دومین قسمت و آخرین قسمت پوشش بدن بود. کف پاهای زمخت و کبر بسته دیدن کفش را به خود انکار می کرد. و زخم سر زانو بازیگوشی و شیطنت صاحب خود را اثبات می نمود. وقتی که آشیخ جمال مشغول نماز وفاتی مبهوت حرکات سریع برادر خود بود والده حسن در آشپزخانه دود زده اشکنه می پخت و فرد دیگر خانواده یعنی علیا مخدر نزهت الملوک با اسم شریف و دور و دراز خود میان شاش و کسافت روی زمین قوته میخورد و بدون خستگی یا استراحت نق میزد. این بچه ای کوچک که بیش از یک سال و نیم نداشت آنقدر نحیف و مردنی بود که به بچه گربه های مفلوک زیر زمین نسب و خیشی به هم می رسند چشمان او نیز مانند خواهر برادرش درشت و خوش ساخت و زیبایی آن و زیبایی سایر قسمت های صورت میچربید. کله او از بدنش بزرگتر به نظر رسید ظاهرا به یک بیماری خاصی که از نبودن ویتامین آرز می شود دوچار شده و از این رو اعضای بدن خود را با سعی و کوشش بسیار تکان میداد و به همین دلیل لخت و سست باقی مانده و دیر رشد میکرد. کرد. والد زنی بلند قد و لاغر بود. چشم او از چشم اطفالش زیباتر و درشتر و حلال زادگی اطفال را از طرف مادر تزوین می کرد. نصف ابروی چپش را سالک بزرگی برده و به طور محسوسی از زیبایی صورت می خواست. تکوتوک لکه های گود یادگار آبله کودکی روی صورتش پخ شده ولی تعداد آن آنقدر زیاد نبود که توی ذوق بزند. چارقد کت و موهای سرش را می پوشند ولی از چند تار سفید و سیاهی که از زیر چارقد سر بیرون کرده بود میشد سنور او را فهمید هنگام کار نفس نفس میزد و پستانهای های شل و زیر پیراهن سرمه ای رنگ وصل دار وار تلو تلو میخورد در حین راه رفتن کمی میلنگید و این لنگیدن برخلاف کاستی ها به حرکات او زرافت و قشنگی میداد چادر نازک والش برخلاف سایر پوشش ها نو و تمیز بود. روغن میان ماهی تابه به خود میپیچید و آب میشد و زرده و سفیده ی تخم مرغ را سفت و چرب می کرد. وقتی که قطعات پیاز میان ماهیتابه افتاد جلز و ولز روغن بیشتر شد والده حسنی با سرعت و عجله کار میکرد و اصرار داشت به مجرد تمام شدن نماز آقا ظرف غذا میان سفره حاضر باشد حرکاتش آریز فکر تصمیم و اراده بود غذا پختن برای او عادت شده و مثل غذا خوردن نیازی به مقدمات فکری نداشت قیافهاش آنقدر بیخیال و ساکت بود که میگفت اگر دنیا را آب ببرد مرا خواب میبرد زندگی در نظرش بسیار عادی و لباس عادی بیفایده ای بود که دیر یا زود موقع کندنش می رسید. بدون اینکه بفهمد یا بداند حکم یک ماشین را داشت ماشینی که اراده بزرگی کوکش کرده و این کوک قسمت های مختلف را حرکت میداد این ماشین بی اراده کار میکرد ولی گاه سر و صدا راه میانداخت یعنی پس از زمانی سکوت به حرف می افتاد و وقتی که چفت و بست دهانش باز میشد بستنش آسان نبود در چهارده سالگی به خانه شوهر آمد با اینکه هنوز از تغییرات کامل جنسی برمند نشده و علت لرزش های خفیف و نگاهان بدن و ریزش خون را نمیدانست میترسید پیر دختر شود و در خانه بماند اولین بار در آغوش شوهر نوازش پدرانه ای حس کرد و وقتی که آهسته آهسته این نوازش بدل به خشونت لذت بخشی شد محبتی معجونوار از عشق پدری و عشق شوهری در نهادش زبانه کشید از آن وقت به بعد این محبت که با یک اونس شدید همراه شد روز به روز تزاید یافت در نظرش شوهر همه چیز او بود برادر دوست پدر خدا و حتی امام حسین او بود عاشق جمال آینه ای بود که همه مظاهر پرستیدنی تصویر خود را در اون منعکس می کرده و والده حسنی در این آینه کانونی از عشقهای جوراجور و گوناگون میدید. او تنها دختر یک خانواده سرشناس و مشهور تهرانی بود. وقتی که پدرش که از مجتهدین معروف بود درگذشت شش سال بیشتر نداشت. پدر فقط یک اسم بزرگ باقی گذاشت ولی این اسم بزرگ نان و آب نمی شد. مادر به چیز و فقیر مانده ولی به حکم اجبار با آبرو زندگی می و با آنکه دلش از دست روزگار خون بود صورت را با سیلی سرخ نگاه می داشت. به زحمت شب و روز می ولی مثل یک پسته دهان بسته خاموش می ماند و کسی نمیدانست که این بستگی دهان دلیل تکبر و منیت نیست بلکه دلیل فقر و مناعت است زندگی او به وضع زندگی زهاد ریاضت که شبیه بود گرچه با بادام زندگی نمی ولی اکثر اوقات غذای مدبوعشان را تنها پوست لبو تشکیل میداد. دختر فقیر با زحمت و عسرت بزرگ شد. در ده سالگی از با مفتاد و اگرچه مادرش تمع حیات از او برید ولی خوشبختانه متاسفانه سالم از بستر برخاست فقط بعدها در حین راه رفتن میلنگید و نفسش میگرفت یک سال بعد انتظار خازگار داشت ولی در خانه های همسایه باز میشد و در خانه او را کسی دق قلباب نمی کرد. کم کم یک ترس بزرگ در وجود مادر بیچارش رخنه کرد و آن ترس به شوهر نرفتن دختر لنگ و فقیر بود اگر کسی او را نمی گرفت و آفتاب لب بام عمر مادر اوفول می کرد کدام آفتاب روشنایی بخش حیات تاریک دختر می شد بلاخره پس از نظر و نیاز زیاد دلاله رندی که متخصص شکار دختران بود در خانه را کوبید و از دیدن دختر و گذاشتن هزار ای به بروی او از قبیل گشادی دهان و دریدگی چشم و از همه بدتر لنگی حاضر شد که او را برای حجت الاسلام مظهر العنام جناب مستطاب شیخ جمال جمارانی سیغه کند البته این عمل بیفایده دختر بینوار تا مدتی محدود سعادت و آسایشی میبخشید و به همین دلیل موافقت با پیشنهاد دلال عملی نبود ولی روز بعد همین که با وعده های چرب و شیرین مراجعه کرد قرار در وصل دائمی شد چند روز پس از ازدواج مادر فرتود که پس از عروسی کردن دختر کاری در دنیا نداشت دار فانی را وداع گفته به سرای باقی شتا. دختر چند هفته در یک اضطراب آمیخته با وحشت میزیست از تنهایی و بی کسی خود ترسان می دانست که اگر خدا نکرده در نظر شوهر خوب از آب در نیاید آینده سیاهی سالهای باقی مانده عمر او را استقبال خواهد کرد با رفتن مادر یک نقطه اتکایی بزرگ را از دست داد و این عدم تکیه و پناهگاه را با شدت حس می کرد تا مدتی در بیم بدون امید میزیست ولی کم کم به روح نجیب و بی آلایش شوهر خود آشنایی یافت و این آشنایی ترس از بی کسی را در وجودش کشت. مثل این که می دید شوهر از مادر بهتر و پناه مطمئن است. زندگی فقیرانه به او آموخت چگونه از عهده خانهداری براید. از رفت و روب تا دوخت و دوز و از جمع و جور تا پخت و پز. همه چیز را خوب و کامل میدانست. و می توان گفت یک کدبانوی تمام ایار شد. آشق جمال در مجاورت همسر خود آسایش بی سابقه و خوشایندی حس کرد و بدهی است این احساس در نهاد او محبت بی نسبت به رفیق و یاور زندگی خود تولید نمود. او هرگز لازم نمیدید آثاری از این محبت را نشان دهد یا راجب به وجود آن اظهاری کند. تنها گاه گاه وقتی که زنش متوجه نبود نگاه مهرامیز و عمیقی به سوی او میانداخت و هنگامی که پس از نماز با خدا راز و نیاز می کرد زن خود را که به فرموده پیغمبر شم و چراغ خانه بود دعا می کرد والده حسنی قاشق چوبی را درون مایع سبز رنگی که در دیگ می جوشید فرونه مود و پس از آن که قاشق پر شد آن را در دهان گذاشت کمی نمک به اشکنه بیرمق و بیقوت افزود نصرت الملوک با دقت و پشتکار بسیار نق میزد و به نظر می رسید خیال خاموشی نداشته باشد وقتی که مادرش او را مثل بار یا بخچه بندی یک دستی از زمین برداشت و به سینه چسباند اندکی آرامتر شد و سر کوچک خود را سفت به پستان آویخته ی مادر چسباند والده حسنی با دست دیگر ظرف اشکنه را برداشته از آشپزخانه دود زده بیرون رفت. آجخ جمال جمارانی طبق نسب که در دست داشت از اولاد و احفاد شیخ شهاب دین سهرودی به شمار می رفت و این نسب نامه به شهرت و محبوبیت او در مشهد که مردمش خریدار زهد و تقوا هستند کمک موثری میکرد پدرش مرحوم حاج ملا محمد جمالانی که هنگام کارگزاری مرحوم مجد الملک بزرگ در مشهد به همراهی او تهران را در انفوان جوانی ترک گفت هنگام حیات در شهرت و محبوبیت نظیر نداشت سیمای گشاده و روشنایی پیشانی و صورتش در بد و ورود به مشهد نظر بسیاری را جلب کرده در مشهد زنها و سیغه های متعدد گرفت و اتفاقا از میان این همه متعلقه فقط یک فرزند آورد که انگام پیری یا روی آور زندگیش شد حاج محمد که در 6 سالگی به مکه مشرف شد انگامی که از دروازه صد سالگی گام بیرون نهاد در گودال مرگ فرو رفت و از مال دنیا کفنی که با خود به عطبات آلیات برده و چندین بار نیز دور گنبد حضرت رضا تواف داده بود با مقداری کتب خطی نفیس که وسیعت کرده بود هرگز نفروشند و هرگز آریت ندهند باقی گذاشت کفن نخستین پوشش مماتش شد و کتاب ها به همان ترتیب که سالها رعایت شده بود در تاخشه های اتاق باقی ماند خانه مسکونی حاجی از موقوفات حضرتی و با اقدامات مرحوم مجد الملک نویسنده رساله مجدیه استفاده از آن به حاجی ملا محمد و اولادش ارزانی شد پس از مرگش معتقدین و پیروان به عاشق شمال تسلیم شدند در این تسلیم کمتر صحبت از سمن به میان آمد و به همین دلیل زندگی عاشق شمال در اسرت و تنگی می گذشت. او از پدرش با سوادتر و فهمیده تر و با اینکه پار از مشهد بیرون نگذاشته بود با مطالعه انواع کتب به بلاد و نواحی دیگر معرفت کامل داشت و هنگام صحبت اطلاعاتی به دست می داده که شنونده سکونت او را در مناطق مذکور تصدیق میکرد. کرد آشق جمال گذشته از مطالعه کتب ارسی گرانبها و قدیمی در عرض چند سال کلیه یک کتب کتابخانه حضرتی را زیر رو و از هر خرمن خوشه ای چید علاقه او به مطالعه بی و هر چیز را حتی نوشته های بی ارزش و بی معنی را به دقت می خاند و شهوت مطالعه آنی او را آزاد و فارغ نمی گذاشت بینای چشمانش در اثر خواندن روز به روز کمتر می شد. با این حال تکه کاغذی که اتار در آن ادویه میپیچید، اگر سیاه بود از دست نگذاشته و مندرجات آن را با حوصله به همی انداخت و مطالعه می کرد. کسرت مطالعه او را یک کتابخانه متحرک بارآورده و چون حافظه ی عجیبی داشت مطالب عمده کتب را پس از یکی دو بار مطالعه اجمالاً حفظ و به خاطر می سپرد نسبت به کتاب با شدت بیشتر عشق می وزید و مخصوصا در مورد بعضی از کتب مثلا کتب گرامبه های ارسی پدر این علاقه به درجه پرستش می رسید گذشته از جنون مطالعه جنون دیگری به نام جنون فوتووت داشت و این جنون دومی نتیجه و زائده جنون اولی بود بدین ترتیب که روزی به کتابی به نام فتووتنامه نامه سلطانی نوشته ملا حسن کاشفی واعظ برخورد و ذکر کاملی از جوان مردان و فتیان در آن دید این طایفه که در آغاز قرن پنجم هجری دوی کار آمدند اول نقطه دایره فتووت را حضرت ابراهیم خلیل دانسته و هر زمان مطلقا فتا میگفتند، گفتند امیرال امیرالمؤمنین بود که سند سلسله خود را به او منتهی می نمودند. همچنان که مطالب اساسی و نوشته را به خاطر می سپرد، اساسی ترین قسمت این رساله را که مرام و مقصد فتیان را بیان می کرد نیز به خاطر سپرد و آن قسمت این بود. موضوع علم فتوت نفس انسان باشد از آن جهت که مباشر و مرتکب افعال جمیله و صفات حمیده گردد و تارک و رادع اعمال قویه و اخلاق رزیله شود به ارادت یعنی تجلی و تخلیه و تسکیه و تصفیه را شعار و دسار خود سازد تا رستگاری یابد و به حیات ابد رسد فتوت را سه مرحله است اول سخا که هر چه دارد از هیچ کس وا ندارد دوم صفا که سینه را از کبر و کین پاک و پاکیزه سازد و مرتبه آخر وفاست که هم با خلق نگه دارد هم با خدا مرام و مقصد فتیان برنامه زندگیش شده و پس از مطالعه کتاب مذکور سخا و صفا و وفا را مرام خود قرار داد و همین دلیل هرچه می میبخشید در پرستش خدا بی اراده و در مماشات با مردم قلوب می کرده. پاکی روح و نسب بزرگ دست به دست اطلاعات و معلومات و او داده میان یعنی مردم مشهد او را صاحب عنوان نمود. اطمینانی که مردم به او داشتند به کمتر پیشوا و بزرگی داشتند. از سپردن خانه و زندگی و مال و منال به او کوچکترین بیمی به خود راه نمیدادند و مطمئن بودند سر موی خیانت در امانت را مجازه نمی داند وقتی که به مسافرت می رفتند، پول خود را بدون شمارش به او می سپردند و او بدون اینکه به شماره تحویل می گرفت، اگر کسی را نداشتند که در قیابشان متوجه ایال و اطفالشان باشد، او را معمول این کار می کردند و او این وظیفه را در راه خدا به بهترین وجه انجام می داد و پیش از اینکه به اطفال خود برسد، به اطفال مردم می رسید. آشق جمال قدی بلند داشت و انگام راه رفتن هیکل کشیده اش جلب توجه می کرد. صورتی سوخته، پیشانی بلند، دماغی عقابی و چشمانی ریز و موثر داشت. گردن کشیدی درازش میان دو شانه عریض و استخانی خط میشد شد ولی که بلندش تا نزدیک کمر می رسید. لباسش در عین فرسودگی نظیف و پاکیزه و اسای گرهدار خشنی سومین پای او به شمار می رفت. تسبیح درشتی از طلبت امام حسین در دست گرفته و دانه‌های آن را آهسته و با نوازش بالا و با پایین می برد و زیر لب سخفار می گفت. قیافه او پیوسته تسلیم و رضا را نشان میداد و اکثر اوقات تبسم خفیفی و لبهای باریک خوشرنگش دیده میشد زندگی او سالها یک شکل و یکسان میگذشت و کوچکترین تغییر و دگرگونی در آن رخ نمیداد تابستان و زمستان پیش از طلوع آفتاب و زدن سبیده بر می خواست و پس از اینکه وضوع میگرفت ساعتی را به تلاوت قرآن میگذرند و هنوز سهر نشده به حرم رفته نماز را پایین پای حضرت میخواند بعد همانجا لغمه اینان و کمی پنیر از جیب بیرون آورده و صبحانه خود را صرف می کرد. هنوز سیل جمعیت رو به افزونی ننهاده تواف و یک راست به کتابخانه حضرتی می رفت تا ظهر همونجا مانده مشغول مطالعه میشد، نزدیک به ظهر به خانه مراجعت و پس از خواندن نماز به اتفاق خانواده غذا می خورد. بعد از ظهر معتقدین به خانه او می آمدند و در میان این عده همه جور اشخاصی دیده میشد از گدای جند پوش گرفته تا رؤسای ادارات و تجار و محترمین دو زانو دور اتاق سفید کرده ی خانه ی عاشق جمال روی گلیم برادروار می نشستند. در محفل او همه جور صحبتی می شود. ولی کسی آب را گلالود نمی کرد تا ماهی بگیرد. همه از ته قلب حرف می سدند. و دروغ و فریب و تملق را دم در خانه از خود دور می کردن. گاهی یکی از حضار می گفت آقا برایش استخاره کند و او بی ناز و قمز قرآن خطی مرحوم ابوی را می بوسید و در جواب استخاره به خیر و بدست یا میانه از کفایت نمی کرد بلکه اطلاعات سریعی از این قبیل می داده. با فلانی شریک نشو زرر می بینی فلان دوارا بخور خاصیت دارد زندگی تو و عمر تو را این زن تباه خواهد کرد. قالی بخر منفعت می کنی اما فقرا را فراموش نکن. معامله خوبی است خیرش را ببینی. حکیم اگر گفته مسکر استعمال کنی حلال است. جوابهای او به اندازه درست و مطابق با نیت در می آمد که به معجزه بیشتر شبیه بود. مثل اینکه فکر او در چین و های توده خاکستری رنگ مغز طرف نفوس یا احساسات و دگرگونی های درونی مراجعه کننده را در عمق قلبش میدید و تشخیص میداد. گذشته از استخاره اکثر اشخاص در امور که خیال انجام آن را داشتند برای استشاره خود را به کنار او میکشندند و آهسته به نجوا می پرداختند. با دقت سخنان گوینده را استماع و پس از اندکی فکر راه حلی را که به نظرش می رسید می گفت. در میان ملاقات کنندگان ادهی نیز بودند که برای فلان رئیس یا فلان ارباب توصیه می خواستن. توصیه هایش همیشه مسمر سمر می شد ولی در توصیه کردن سخت می گرفت و تا زیر و روی کار را نمی سنجید و حق را با مراجع کننده نمی دید. از توصیه عبا داشت. توصیه ها بسیار مختصر و آری از تملق و چاپلوسی بود. به حاکمی نوشت معمور شما در فلان ده به فلان رعیت که بنده فقیر خداست اجهاب کرده به دردش برسید سواب دنیا و آخرت دارد. به ارباب می نوشت فلان گوسفند را که تصور کرده ای چوپانت برده گرد خورده گناهش را نشوی و دوباره به کارش بگمار. به قنی می نوشت حامل بیمار دستش را در این دنیا بگیر تا در آن دنیا دستت را بگیرد عدهای دیگر نیز بودند که فقط به منظور دیدن و لذت بردن از محول او به دیدارش میآمدند چه به اندازه ای شیرین زبان و مجلسارا بود که کمتر نظیری میان معممین برایش پیدا میشد حرف را ساده ولی شیرین و خوشایند میزد و کم و گزیده می گفت و عبارات را با پیرایه های زیبا و عوامفهم زینت میداد. داد. اهل مجادله و مباحثه نبود و اصولا کسی را یارای مباحثه با او نبود عقیده او را در مورد کلیه امور کامل و صحیح دانسته و او را از اشتباه و لغزش مسون تصور می کردن. او را به چشم هر کس محبوب و دوست داشتنی کرده همه می دانستن. اهل ریا نیست و چون به خلوت می رود کار دیگر نمی کند. دورو نیست و شهوت مقام و مال ندارد خائن نیست و مال یتیم را راحت الحلقوم وار فرو نمی اگر کمکی از دستش برایت مزایق ندارد اگر داشته باشد هم خود می خورد و هم به دیگران می خورند. تنها از خدا می ترسد و به همین دلیل از کسی نمی ترسد. زندگی ناقابل را قابل کینه و بغز نمی داند. تا آنجا که بتواند بار دوش دیگران را برداشته و سعی می کند که بار بر دوش کسی نگذارد و با تمام این احوال یک ملای متعصب خشک نیست بلکه نظریات و عقاید جدید را نیز میپذیرد و حتی اهل کتاب را پاک میداند عاشق جمال اهل سوال نبود سوال منظور گدایی و اگر کارد به حلقومش می رسید دم نمی زد. اگر به او میدادند میگرفت و از گرفته مبلغ ناچیزی را به خود و بقیه را به درماندگان اختصاص می داد. به قول خودش روزی را خدا می و به همین دلیل برای هزینه ناچیز زندگی فقیرانه خود معطل نمی ماند. چون خدا را داشت در خانه بندگان خدا را نمی و به خانه کسی نمی رفت تنها یک بار اجبارا این رویه را برهم زد و آن هم روزی بود که برای شفاعت از محکوم بیگناهی ملاقات نایب و تولیه را لازم دید ولی به طور کلی هر کسی را میخواست ببیند میبایست به خانه اش برود و همه مردم به یک چشم نگاه میکرد و جاه و جلال ظاهری را ندیده میانگاشت در نظرش یک جند پوش شرافتمند و یک حاکم مختلس و یک زن رخت شور بر خانم نانجیب فلان دولتمند روچان داشت آنقدر از خودنمایی و تظاهر منزجر بود که با آنکه می توانست افکار و عقاید پخته و سنجیده خود را که نتیجه سالها مطالعه و تفکر بود روی کاغذ بیاورد و یادگار بزرگ و قابل استفاده بسازد از این کار سر باز میزد و میگفت آنقدر پیش از من نوشتند که نوشته من جز تولید دردسر جدید برای خودم و مردم فایده ای ندارد علاوه به عقیده او حرفش بیش از نوشته موثر و تیغ زبانش در تیزی و برندگی بر تیغ قلم میچربید پس از مطالعه به خانواده کوچک خود علاقمند بود. همسر خود را با محبت گرم و پنهانی و اظهار نکردنی میپرستید و به فرزندان خود علاقه وافر نشان میداد. شدت علاقه او به حسنی و فاتول وادرش میکرد که در پرورش و تعلیم کوتاهی نکند و دقت بسیار به کار برد. اگر مطالعه یا مراجعه کننده وقت آزاری برای او باقی میگذاشت آن را در تربیت فرزندانش صرف میکرد سر و کله زدن با حسنی شیطان و بازیگوش حوصله زیاد میخواست چه از کتاب میگریخت و از مطالعه گریزان بود ولی فاتول برعکس برادر برابر نصایح پدر گوش میشد و همه چیز را با نقطه سنجی و باریک بینی میشنید و به کار میبرد به علاوه دزدان کتابهای پدر را میخواند و اگرچه بسیاری را نمیفهمید از این عمل خود لذت وافر میبرد و به همین دلیل به چشم پدر عزیزتر از دیگران بود آشیخ جمال هرچه میکوشید حسنی را آدم کند و راه رزگاری را به او بیاموزد ممکن نمیشد حسنی هوش و ذکاوت فوقالعادهای داشت و زیر بار فرامین و عقاید دیگران نمی رفت. خود او خوب و بد را تشخیص میداد و چون کمتر در این تشخیص اشتباه می کرد زیاد مایه نگرانی پدر نمی شد. مثل گیاه هرزه ای با نیروی درونی خود رشد می کرد و نیازی به باغبان و زحمت او نداشت. آشق جمال برخلاف همکاران خود اهل سور نبود و خوردن رو برای زیستن انجام میداد. غذایش بسیار ساده و کم و همیشه وقتی که از سر سفره بر میخواست هنوز گرسنه بود. گوشت کمتر میخورد و اصلا به مناسبت تنگی معیشت کمتر گیرش میآمد. زنش در پختن غذاهای ساده و بیخرج تخصصی داشت و این تخصص را مرهون زندگی فقیرانه اولی خود بود. حسنی بسیاری از اوقات و آشپزخانه حضرت که مراجعه میکرد و دلی از ازادر می آورده ولی فاتول به نان و پنیر ساده خانه پدر اکتفا می نمود و محصول آشپزخانه حضرت را مخصوص بینوایان و یتیمان میدانست. با تمام محاسن عاشق شمال از عیب بری نبود و چون بشر جا ازالخطاست در یک مورد نقط ضعف داشت و آن علاقه و شهوت به زن بود وقتی که اندام چاق و گوشتالود زنی را زیر چادر سیاه حس می کرد و حرکات ضعیف پستانها را می دید لرزش خفیفی در پشتش می افتاد بی اختیار و بی اراده با آنکه هر بار به خود نهیب می داد و چوب وجدانش را می خورد به صورت سرخ و سفید دخترهای دهاتی که از ترقبه و وکیل و فریمان به شهر می آمدند خیره می شده. اگر قدرت داشت همه آنها را می گرفت و حرمسرایی سرایی تشکیل میداد و شب و روز در میان آنها میلولی دلاس می زد. وقتی که در کوچه و خیابان راه میرفت، بدون اینکه که بفهمد چه می کند؟ به زنها و دخترهایی که به سوی حرم می نزدیک می شده. و در صورت ازدهام خود را بی ترس و خجالت به آنها میمالید. ایان اگر دستش به دست زنی میخورد احساس لذت شدید میکرد و اگر نفس گرم دختری به صورتش می‌رسید، در مستی و خوشی وصف ناپذیر قوته میزد. در تمام زندگی با دو زن بیشتر نزدیک نشده بود. کلفت سی چل ساله ای که در خانه پدرش خدمتکار و همسر لنگی که در ازدواج زیبا و قابل استفاده بود خوب به خاطر داشت که هنوز بالغ نشده بود شبها را بغل کلفت خانه میخفت و او بود که اولین بار درسی از روابط جنسی به عاشق جمال داد شبها وقتی حاج مله محمد با صدای خوروپف اهل خانه را ناراحت و بیخواب میکرد پاورچین پاورچین به سراغ آقازاده می رفت و خود را آهسته و بی صدا زیر لحاف جا می داد. زن که نزدیک به یائسگی بود با شهوت سوزان و تندی که مثل شعله های آخرین چراغی که نفتش تمام شده باشد بالا و با پایین می رفت فرزند خلف حاجی محمد را در آغوش می گرفت و لپای سرد و چروکیده خود را روی لبهای گرم و قرمز رنگش میگذاشت دقیقه ها میگذشت و لبها از هم جدا نمیشد آشق شمال زیر سنگینی کلفت چاق و قطور دست و پا میزد ولی از این دست و پا زدن و سوختن لذت میبرد سالها گذشت سن او از بیست تجاوز نمود ولی کلفت پیر از او دست بردار نبود با وجود اظهار نفرتی که از معشوق میدید بی اختیار کنارش را رهانه می کرد. این وضعیت تولید ناراحتی و اگر اسرائیل میوه گندیده فاسدی را از درخت اجتماع نمی چید از زندگی بیزار می شد. پس از مرگ سرخر نفس راحتی کشید ولی پس از مدت کمی متوجه شد که عامل مرموزی ناراحتش می کند. و گاه او را به یاد معشوقی پیر و یائسه می اندازد. شبها حس آزادهی از بالای زانویش شروع می شد و تا گلویش ادامه می یافت. نیمه شب خوابهای آشفته بود در هم بر هم می دید و در این خوابها بازیگر اصلی زن بود. ده سال تمام بدون زن مثل کشیشای های تارک دنیا زندگی کرد. و این زندگی بی اندازه طاقت فرسا و خسته کننده بود. در تمام این مدت شهوت خود را با نزدیک شدن و تن زدن به زنها و دخترها تسکین می داده. و این عادت پس از اینکه زن گرفت و خود را از تجرد موهش نجات داد در او باقی ماند. اگر قدرتش به اندازه می رسید که سه زن دیگر بگیرد و از هم خوابگی با چند سیغه زیبا و جوان متمتع شود خوشبختری مردم جهان بود ولی افسوس که اسرت و فقر مجبورش میکرد به والری حسنی بسازد و دل خود را به تماسهای ناگاهانی و عمدی با زعیفه های دیگر خوش کند آشق شمال به این عیب خود کاملا آگاه و میدانست دخص بزرگی در روح دارد که پرده سیاهی بر صفات درخشان و حسناش می کشد و به همین دلیل سعی می نمود با این نقیزه مبارزه کرده در رفع آن بکوشد به خود دستور میداد ولی دستورهای خود را قابل اجرا نمی دید می خواست از زن بگریزد ولی علا رغم اراده به زن نزدیک می شد کاهی بود که در مقابل کاه رو زن از خود اراده ای نداشت تنها با همه کوشش و سعی موفق می شد عمل تن زدن و نزدیک شدن به زنها را طوری انجام دهد که دیگران متوجه نشوند. هیچ کس نمی توانست فکر کند که برای عاشق جمال جمالانی آخوند درستکار، بیریا، امین، سخی، با وفا و بالاخره جوان مرد حتی های تعنیس هم متنعز است. باعث نوز یا راست شدن آلت تناسلی میشه اشکن بی سر و صدا صرف میشد و نوزت الملوک گوشه اتاق به نان لواش آب زده تمدان میزد حسن لغمه های بزرگ و سریع بر می داشت و فاتول که با دست شب گوشه چادر خود را گرفته بود آرام و بی اشتها قضا می خورد. والده حسن زیر چشم مواظب به چمال بود و آثار رضایت از غذا را در وجناتش تفرس می کرد. گربه های تازه به دنیا آمده در زیر زمین مرتوب در جوار انکبوت ها و مگس ها به پستان های پرشیر گربه ماده آویزان شده و کرم های حوز میان لجن ها و خزه های حوز قوته می کاج کج سایه خود را کم کم به جانب دیوار غربی خانه متوجه نموده گاه میوه رسیده خود را سفیر زنان به جلب زمین میفرستاد. همه چیز مثل همه روز عادی بود ولی عاشق جمال با جبین پرچین و قیافه یک گرفته ای که به لوتی انتر مرده شباهت داشت با روزهای گذشته یکسان به نظر نمی رسید آهسته تر از معمول غذا می خورد و بین دلوقم مدتی مکس و در فکر فرو می رفت. و گاه نیز آهی خفیف و دردناک می کشید. چشمانش به یک نقطه خیره می شد و مدتی بدون اینکه پلک بر هم زند همانجا را می نگریست. غذا را سرسری و بیمیل می خورد و خوردن و نخوردن آن برایش یکسان بود. تسبیح را با دستی لرزان و رعش دار می و در همان حال برای نیتهایی که در دل داشت استخاره می کرد. فکرش از صبح تا به حال سر جا نبود یک اتفاق غیر مترقبه روح آرام او را تکان داده و زندگی بی تغییر او را دگرگون کرده به چشمش زندگی خوابی می رسید که بیداری آن با شروع خواب ابدی صورت می گرفت و این خواب آرام و بی تشویش امروز با دیدن رؤیایی مشوش شده از بامداد تا به حال به خود می پیشید و حس بی سابقه ای روح او را نوک می زد. که آدم روز گذشته نیست. حواسش از همه جا بریده و به یک جا متوجه است. همه چیز را بی تأثیر و بی تفاوت می بیند ولی تمام روحش به یک نقطه به خصوص می نگرد. سر و صدا، آشوب، قوقا، دعا، روزه، گریه، گرما، گرسنگی، شهوت مطالعه، خیرخواهی و فتووت، مهربانی و دستگیری را فراموش و به خاطر نمی آورد. دنیا را به صورت کارخانه خاموش و از کار افتاده مشاهده می کند. خود را از اجتماع و مردم دور و در دنیای ساکتی با زنی که چشمان درشت خرمایی رنگ دارد همراه می بیند. این زن جز این دو حربه موثر چیز دیگری ندارد. یا اگر از حسن آثار دیگری دارد حجاب مانع دیدن است این دو چون دو مشعل درخشان می درخشد و عاشق جمال فکر می کند که در تاریکی شب هم دیدنی و قابل رؤیت است تنها در چشم دو چشمی که از هر هر ای برنده تر است دو چشمی که هر کسی یک بار ببیند تمام عمر فراموش نمی کند یک نگاه آن در اعماق قلب نفوذ کرده عکسی که محو نشدنی و از بین نرفتنی است و مثل سیاهی زنگی با هیچ وسیلی معدوم نمی شود از خود به یادگار می گذارد. صبح هنگام تواف این دو چشم را دیده بود. صاحب این دو چشم یک لحظه به چشمان او نگریسته ولی در این نگریستن مقصودی هم داشت و این عمل تنها یک تصادف عادی نبود سعی کرد درباره این دو چشم بیشتر فکر نکند سر خود را به جانب چپ برگرداند والده یه حسنی را که سر به زیر و آرام غذا میخورد با دقت نگریست به خود گفت نصیب من از همه زنهای دنیا این یکیه آیا باید به همین یکی بسازم؟ اگر این طور بود پیغمبر من چند زن نمیگرفت به علاوه تا که میتوان یک جور غذا خورد غذای خوب اگه مکرر بشه دل آدم و میزنه زن چاشنی زندگیه زن نمک زندگیه خوبترین مخلوق خدا زن و زیباترین و کاملترین صنعت آفریدگار دختر حواست خدایا چرا او شباز از رفته؟ پیغمبر تو فرموده ان المرعت تو قبل فی صورت شیطان و تو فی صورت شیطان و اذا را احدکم عجبه فلیات اهله فان ذلك يرد ما في نفسه زن به صورت شیطان در می آید و به صورت شیطان می رود وقتی یکی از شما زنی دید که به شگفتش آورد نزد همسر خود رود تا بدین وسیله آنچه در دل دارد از بین برود ولی من هرچه بزنم نگاه می کنم زنی را که امروز دیدم فراموش نمی کنم ولی به هر چه نگاه می کنم او را می بینم او که بود؟ آیا می شود جز دو چشمش سایر اعضای صورت و سایر اعضای بدنش را ببینم؟ مستقرالله این افکار ناشایست چیست می کنم راجع به زنی که او را نمی شناسم زنی که شاید همسر دیگری باشد چرا فکر می کنم؟ فکر من درباره او به زنا بیشباهت نیست خدایا بنده گناهکارت را بیا مرز چرا حسنی زیر چشمی به من نگاه می کند مثل اینکه ملتفت شده حال پدرش عادی نیست عجب چشمایی دو پار آتش دو ستاره درخشنده هر جا نگاه می کنم این چشم ها را می بینم مثل اینکه نقاش دیوانه ای قلم برداشته و همه جا یک جفت چشم کشیده روی دیوار روی نان لواش روی چادر فاتول روی کتاب های خطی خدایا چرا هر جا را نگاه می کنم چشم می بینم خدایا تو که از ما ایمان خواستی زن را چرا آفریدی من مثل اینکه خودم را فراموش کردم من عاشق جمال جمارانی فرزند مرحوم حاج ملا محمد از اخلاف شیخ شهاب به دین سهروردی همان که عشق نامه را نوشته اسم کتاب از چیست؟ یادم آمد رسالتان فی حقیقت العشق پس معلوم می شود که من فرزند خلفی هستم مرض عشق در خانواده من ارسی است من این کتاب را چند بار خانده ام آن رو چه بود؟ سودای میان توهیز سر بیرون کن از ناز بکاه و در نیا و زفسون کن استاد تو عشق است چه آنجا برسی او خود به زبان حال گویت چون کن این روایی را کجا خانده ام؟ ها در همان کتاب بود در کتاب رسالتون فی حقیقت العشق یادم باشد فردا صبح که به کتابخانه خانی حضرتی می آن را بگیرم و دوباره مطالعه کنم اگر پول داشتم دنیا را به هم میزدم و صاحب این چشم های قشنگ را پیدا می کردم چشم نگو مشعل بگو مشعلی که با حرارتش ایمان و دین و عقلم را سوزاند وقتی به من نگاه کرد سر جایم میخکوب شدم خواستم دنبالش بروم اما قدرت حرکت نداشتم اگر پول داشتم تا دا سی من چقدر خرم که برای پول ارزشی قائل نمیشوم پول درمان همه درد هاست پول همه گره ها را باز می کند من که پول ندارم اصلا چرا زندگی می کنم من اصلا از زندگی چه میفهمم؟ زندگی یعنی چه فقط نیم سیر خوردن و مستراح رفتن و خوابیدن و زیارت نامه خواندن و نماز خواندن و استخاره کردن برای مردم من هم مثل همه گردن کلوفتایی که به من تواضع میکنند. کنند احتیاج به خوشی دارم از الله من که خیال گناه ندارم خیال ندارم مثل جوانهای عذب زنا را یک امر عادی و معمولی تلقی کنم من میخواهم سیغه کنم حتی اگر صاحب آن دو چشم را پیدا کردم دین و ایمانم را نصارش میکنم حلقه به گوشش میشوم غلامش میشوم امو این فکرها چیست سنده تو از شست گذشته زن و بچه داری فردا فاتولت شوهر خواهد کرد حسن ماشاءالله مردی شده والده حسن عمر جوانی خودش رو در خانه تو تلف کرده سر پیری عشقت چون بیده چه غلط ها مرد حیا کن شرم کن اما عجب چشمهایی مثل اینکه امروز هیچ نخوردم لابد والده حسن خیال می کند اشکن خوب نبوده بیچاره تا فردا فکر می کند من با این بسات، من اشکن خور من پیرمرد من بی پول ببین برای چه کسی دندان تیز کردم مگر خش و فش چادر و ابریشمی و بوی عطرش از یادم رفته قد من از خانواده بزرگی است مثل کبک میخرامید. چه هیکلی چقدر ملیح راه میرفت عاشق جمال به هوش باش خیلی تند میروی تو مردی با تقوا تو آدمی که عمرت رو با نیک نامی گذرنده ای تو که یک دفعه نمازت قضا نشده تو که قیبت کسی را نکرده ای تو که مال کسی را نبرده ای تو که مثل پیغمبرت امین و درست کار بوده ای بار بابا این حرفا چیست؟ فدای پیرهن چاک ماه رویان با تزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز اگر زن بد بود خدا نمی آفرید. راستی اگر دانش هم به قشنگی چشمایش باشد اگر تن و بدنش هم به لطافت پوست صورتش باشد تبارک الله لحسن الخالقین من حاضرم همه تاعتهایم را بفروشم و این زن را بخرم ای کاش من آشیخ جمال جمارانی نبودم یک فرد معمولی بودم نه آن وقتم رسیدن من به او مشکل بود ای کاش یکی از همین گردن کلوفتا بودم که شب روز پول میخورند و هیچ وقت قی نمی کنند. آن وقت دختر شاه پریان هم بود نصیبم میشد. لا کردار پول چه قوتی دارد بناسم تا کلید همه قفل حلال مشکلاتی من در زندگی همیشه طالب مجهول مطلق بودم اگر طالب تو بودم شاید به تو رسیده بودم و اگر تو را داشتم صاحب آن را داشتم و اگر صاحب آن را داشتم همه دنیا را داشتم به حد اعلای سعادت می رسیدم دیگر آرزویی نداشتم اگر او را بار دیگر ببینم بیتر صبحم جلو می و می گویم ای نازنین سنم به کشته عشقت نگاه کن ببین مثل شیخ آن خود را فراموش کرده و در راه تو از همه چیز گذشتم برای خریدن تو هرچه داشتم فروخته از وقتی که تو را دیدم زندگیم مختل شده دنیا به چشمم سیاه می آید راستی زندگی بدون وجود تو لذتی ندارد حاضرم به خاطر تو والده ی حسن را هم طلاق بدهم ولی حتما او خواهد خندید به من خواهد خندید مگر پیری هم عیب دارد آدم پیر حق عاشق شدن ندارد نصرت الملوک من تازه دو سالش تمام نشده من هنوز مردم و حرارت دارم به این پیری و شکستگی به هزار درست می ارزم گذشت از اینها شوهر پیر قدر زن جوان را میداند. آدم دنیا و سرد و گرم چشیده میداند که با زن چه باید کرد مگر از ساخر الله. افسار قبای نفسانیم را ول کرد ام لعنت بر شیطان لعین باید فکر خود را از این دو چشم منصرف کنم خدایا اگر صاحب دارد به صاحبش ببخش و اگر صاحب ندارد نصیب صاحب با آتفه ای بسازش که قدر او را کاملا بداند خوب اگر صاحب نداشته باشد چرا نصیب منش نکنه؟ اشکنه دارد تمام می شود و من هنوز نخوردم بچه ها مجال نمیدهند ولی چه احتیاجی به غذا دارد من فقط به او احتیاج دارم این مرد که گردن کلفت شکم گنده که دیروز آمده بود چه اسمی داشت؟ حجبرال چه لغب ها چه اسم ها میگویند پولش با پارو بالا می رود. ده سال پیش سر و تهش را میزدی خودش بود و یک مشت قرض و قوله اما امروز خدا داند که قارونش چه دارد حجبرال بله منم اگر جایی او بودم عوض دو چشم درشت خرمایی هزار جفت چشم خرمایی درشت دور بر خودم می دیدم. من از راه مشروع می توانستم هزار کلک بزنم و امروز حج عبدالعلما باشم. مؤمن مردم پولشان را کرور کرور زیر دست و پایت می ریزند و تو استفاده نمی کنی که چه؟ که همه تو را امین و جوان مرد بدانند؟ آخرش چه؟ آخرش مثلا بهشت. مثلا هور و قلمان والله که سیلی نقد به از حلوای نسیه است دنیایی که کسی از آن نیامده و خبری نیاورده دنیایی که معلوم نیست سر چیست بهش جهنم اجده های هفت سر جوی شیر پول سراد. مثل اینکه کربلای مدسقر معمار رفته و نقشش را برداشته و آورده چه دنیایی چه کشکی چه پشمی ای دنیا من را خراب می کنیم که اق با من را آباد کنیم ای جان بکنیم که دست از با خطا نکنیم آی موزه کس وقتی مردیم کفنمان بپوسد خودمان بپوسیم و هیچ خبری از این وعده ها نشود نه نکیری نه منکری نه سوالی نه جوابی نه اقابی نه اتابی اشکنم که تمام شد بیچارا از بس از من ملاحظه میکنند یکیشان نپرسید چرا نخوردی والدی حسنی زیر چشمی مرا نگاه میکند بیچاره لنگ وقتی جوان بود بعد نبود شب اول مثل اینکه کمی از من میترسید نمیفهمید برای چه با او بازی میکنم قل قلقلکش میدهم و تنش را گاز میگیرم حال همه این چیزها کهنه شده غذای خوبی بود که از بس خوردیم دل منداز زد. دیگر تکرارش جایز نیست خدایا میشد که یک شب دیگر آن صحنه تجدید شود اما همخوابه من صاحبان دو چشم درشت قرمایی باشد <applause> بیچاره نان و سبزی و پنیر آورد سبزی ها رو با چه سلیغه ای شسته و پاک کرده زن صاحب سلیغه هم خوب چیزیست ولی من اشتها ندارم خوب باید یک لغمه خورد مشکل از گلویم پایین برود اگر من آن زن را تصاحب میکردم کوچکترین آرزویی نداشتم دیگر باید از سر سفره پا شد چه فکرهایی کردم چه فکرهای ناپاکی خدایا به من رحم کن به بنده عاجز گناهکارت رحم کن مثل اینکه منکر بهشت و جهنم شدم مثل این که منکر عقاب و عذاب شدم تقصیر من نیست تقصیر خود توست که آن چشمها را به من نشان دادی من فراموش کرده بودم که محکم ترین سلاح شیطان زن است ای بر شیطان لعنت خدایا صد هزار مرتبه شکر خدایا به سفره فقرا برکت بده عجب چشمهایی ای بر شیطان اللهم اغفر لی زنبی و بس لی داری و بارک لی فی رزقی خدایا گناه مرا ببخش خانه مرا وسعت بده و روزی مرا رو افسون کن پس از اینکه حسنی با شتاب به میان حیات پرید و فریاد زد یه بازیمون تموم کنیم والده حسنی خود را با عاشق جمال نزدیک کرده در حین اشاره به فاتول که در حال خروج بود گفت میبینی دخترت ماشاءالله هزار ماشاءالله بزرگ شده خدا رو شکر که سر وضعش ای بدک نیست اما دختر بی هر چه خوشگل و قشنگم باشه حکم گل قشنگ بیبو و خاصیت داره بعد در حالی که نانریزه های تره سفره را جمع می کرد ادامه داد دو سال تمام نانریزه ها را جمع می کنم و به کفتره حضرت می دم. اما هنوز اونی که می خوام نصیبم نشده اگر نیتت پاک باشه به آرزوت میرسیم. چطور نیتم پاک نیست آرزو دارم خدا روزیمونو بیشتر کنه یه پول و پلهی برسونه و کار ما رو را بندزه سخبای اتاقا رو نگاه کن باد که میاد تکون میخوره و دل آدم حری میریزه تو امسال زمسونه رو هر طوری بود سر کردیم خدای شکرت تو این باد و تیفون جون سالمی در بردیم خودمون بچه همون سالم موندیم هر شب من نواز خوف میخونم و استقاسه میکردم برف و بارون سنگین نیاد خب گذشته ها گذشت بعد از سالا فرک سال دیگر رو کرد من میشه سال دیگر رو با این سخف ها سر کرد من اگر جون خودم بگذرم از جون بچه هم نمیگذرم لونه سری از این خونه آباد اینم خونه شد دو تا اتاق کاگلی که دو تا موش بخوام دوش به جنگن میدون ندارم آدم و وقت که میمیره تو گور میذارم ما رو زنده زنده تو گورمون کردن خونه نگو سیاچال بگو حالا تازه زرگ آباد بود حرفی نداشتیم اما چی بگم که ناگفترم بهتره خلاصه بعد فرکی کرد و اقلا دست کاگل مالید اگرچه اینم آفتاب خرج لحیمه پارسال که تاق و سعی می زدن، تبرا یه ترق و طرقی را انداخته بودن که آدم خیال می جنگ رستم و اسفندیاره سن ناشکری نکن روزی هرکس توی پیشونیش نوشته شده خدا رو شکر کن که بخور و نمیری داریم و مجبور نمیشیم برای دو تیکنون کمرونو پیش این و اون خم کنیم رضا به داده بده و از جوین گره بکشای فکر بیچاره هایی رو بکن که از گرسنگی و بیجایی ساعت به ساعت آرزوی مرگ میکنن من میدونم اونه که قیم صغیر میشن و مال یتیم و میخورن باریش بلندتر از ریش من و امامی سنگینتر از امامی من خونهشون از خونه من آبادتر و بزرگتره اما چه کنم که من به خوبار نیستم مال مردم مال مردمه مال مردم میشه فرو داد نمیگم نمیشه ولی شکم به درد چون بگیردن در ناف باید به همین خونه خرابه ساخت چرا ناشکری میکنی خدا بنده خوبشو گرفتار نمیکنه خدا چارسازه سازه ایشالا گشایش میده و فرجی میرسونه و سخف خونه رو سال دیگه با برف رو سرمون پایین نمیاره. رحمت خدا رو چه دیدی؟ خدا کمک رو به قدر احتیاج نازل میکنه و صبر رو به اندازه یه بلا میده. خدا از فقر و اظهار فقر بیزاره. یه خود دورور تو نگاه کن خدا رو شکر کن که میون سر و همسر آب رو تو حفظ میکنی. خدا رو شکر کن که وسیله پوشوندن عورت تو داری. خدا رو شکر کن سر بیشام زمین نمیذاری خدا روزی رسونه کافر و بود پرست و سیر نگه میداره چطور میشه که ما رو محروم کنه من ناشکری نمی کنم. اما تو به اینم زندگی شد تو عاشق جمال باشی معدن فضل و علم باشی به خدا وقت که حرف میزنی و نصیحت میکنی سنگ آب میشه اون وقت این زندگیته نون سیر نداری که بخوری بازم شکر میکنی اونه که انگوش کچی که تو نمیشن خونشون برو تا ریخت پاششونو ببینی اون وقت به من میگه میر سر همسر آبرو دارم سر و همسر من بلی مثل کلفت خانم میمونم اما من فرک این چیزا رو نمی کنم من اصلا فرک خودم نیستم یه فرکی به حال دخترت بکن دختر رسیده رو تو خونه نمیشه نگه داشت میوه اگه بمونه میگنده و کرم میذاره خدا رو شکر که دخترکم هزار تا کار داره لبتر کنم صد تا شوهر خوب و بد پاش میفته اما چه فایده دست گلم بو نداره دخترکم جهاز نداره اگه یه پولی به دستم میرسید چند زرچی تو شلوار میگرفتم و یه مختصر سیور ساتی فراهم میکردم حیوانکی از مال دنیا فقط چشم و ابرو داره و اسم است اینم که نون آب نشد یه گلیم پاره نداره که تو خونه شوهرش ببره یه دست لباس حسابی نداره که لخت خونه شوهر نره دختر بیجاز اگر از خوشگلی دست دختر شاه پریونو و ببنده تو سر خور مادر شوهر خوهر شوهره. همین پس پریچبا گلینه ها اومده بود. میشناسی کیو میگم. مادر نیازلی بقال میدونه که بد نیستن. زندگیشون میچرخه. خلاص اومده و سرگوش ها بده ببینه دختر چیز میز چی داره. هر طوری بود دم و درونش کردم. گفتم یه دشخاص محترم پلوی آقا هستن. وقت دیگه بیاین. اوقاتش تلخ شد و رفت. که مگه ما اشخاص محترم نیستیم خودمونیم حقم داشت واسه نیازلی اگه جای دیگه زن سراغ میکرد چه علم شنگا که برپا نمیشد چه آب و جارو ها که نمیکردن چه بر ها که صورت نمیدادن و علوم بهش بر میخوره پاشه بیاد خونه عاشق خونه راش ندن میگه این نیازلی جوان خوبیه دو کنه بقالیش خیلی بزرگه تو سمنون و دابون و شارودم شعبه داره خود بیشتر بهش بده اگه زن بگیره همون سال اول زنش رو کربلا میبره خدا یا نصیب کن میگن دین و ایمونش بد نیست نمازش قضا نمیشه علی و زمین گیرم اگه بشه روزش رو افتار نمیکنه. اینو میگن آدم خوب اینو میگن شوهر حسابی اما افسوس که راه چاره ندارم دختر تو با این لباس و سرور و کسیف و پاره پاره نمیتونم جلو خواست کار آفتابی کنم اگه لباس کنی خودم کوچک نکرده بودم هی که لخت و اور میموند آدم به کی بگه دختر آشق شمال جمارانی نفی حاج ملا محمد یه دست لباس نو نداره همه یه دور و اطرافی خیال میکنن که بله آشق شمال سروتی داره کیابیایی داره بوی یه چیزایی رو میشنفن اما نمیدونن که خرداخ میکنن به ضرب سیلی رو سرخ نگر میداریم یه دست و پایی کن به گوش این گردن که دور و ول نمی کنن برسون حالیشون کن یه اشاری بکنی اونا با سر میدون تا که هی بسوزیم و بسازیم تو هی کار مردم را می اندازی. اما کار خودت زمینه فرک خودت هم باش فرک بچه هم باش این که نشد زندگی من دست و دلم می لرزه که دختره رو, رو روونه بیرون کنم برای سندار سبزی خودم اگه برنجم تو دیگ باشه کارم و زمین میذارم و میدوم بیرون میترسم خود کرده زبونم لاد. یکی زیر پاش بشینه و از را درش کنه نمیتونم دربون گنج سلیمون باشم باید تا دست صاحبش زودتر باید چیز میزی تهیه کرد و عاقبت به خیرش کرد مختصرم باشه ای بی نداره فقط یه چیزی باشه که مردم نگر عروس تنبون نداره داماد رفته بیاره همین یازلی خوب جوونیه نباید دستش داد خودم یواش یواش به دختر حالی میکنم که خونه اولی و آخری زن خونه شوهره خودی پدر منزل اول راهه منزل موقتیه پدر و مادر میرن اما شوهر میمونه درسته که بابا ننه از دخم چش بیشتر دوست دارن اما شوهر چیز دیگه ایه خلاصه مطلب رو تموم میکنم اگه پول پلی فراهم بشه همین روزا عروسی داریم به کوری چشم حسودی جشن عروسی کوچولی میگیریم و نیازلی رو داماد عاشق جمال میکنیم حالا سه تا بچه داشتم از این به بعد خیال میکنم چهار تا بچه دارم اما اگه با... پول فراهم بشه